با سلام، من کیانوش توکلی هستم. امروز میخوام در مورد یک اظهار نظری تحت عنوان احتمال جنگ، کودتای سپاه، ترور روحانی، حقوق امنیتی در نگاه ایرج مستاقی که در گفتگو با میهن تیوی اخیراً منتشر شد. اتفاقا من این ویدیو رو گوش کردم، اون قسمت‌های سیاسیش رو، و جدا از لحن گفتاریشون که بسیار عصبانی و از همه طلبگار، تون و در چارچوب یه تحلیلگر سیاسی که میخواد اوضاع رو تحلیل بکنه، این نوع پرخاشگری و عصبانیت رو بذاریم کنار، با مطالب سیاسی شخصا هیچ مشکلی ندارم. فهم میکنم که نگاه های ما شاید شبیه هم باشه در بسیاری از موارد، اما من دیگه تا آخر ویدیو نرفتم، ولی یکی از دوستان مطرح کرد که ببینیم تو اون دقیقه 2 ساعت و 26 دقیقه 3 دقیقه اختصاص داده به من و کیمیا خاوری و اجدر بهنام و دوباره همون مطالب رو که این دستپخت وزارت اطلاعات هست و کیم خاوری وجود نداره و از این حرفا. خب جناب، اگر اطلاعاتی داری که این کیمیا خاوری مال وزارت اطلاعات، خب دلیلت رو ارائه بده. ما این رو از ایمیل گرفتیم، بعدش هم اجدر بهنام تیترش رو که خیلی تون بود اون رو تغییر داد و انتشار داشت. من روز بعدش متوجه شدم، بعد رفتم چون اسم تشخیص دادم که اسم مستعار هست، دنبال شخصش گشتم و پیداش کردم که در کجا زندگی میکنه، در چه شهری زندگی میکنه، چند تا بچه داره، تحصیلاتش چیه. بنابراین منبعی که این مطلب رو فرستاد برای شخص من کاملا مشخص هست. من در هر دادگاهی اگر بکشه میتونم این رو عنوان بکنم. بنابراین بعد یه جوری فرقه رجوی، نمیدونم کیانوش توکلی، ایران گلوبار، اجدر بهنام، بعد وزارت اطلاعات دست بردارید آقای مستاقی. حالا دوستان میتونن این کلیپ رو که 3 دقیقه ای رو با هم ببینیم و بعد من نظرات خودم رو میگم. اینا تغییر نکردن که. بعد جالبه بعد میگه آره این من رو تحلیل روانشناسی میکنن. یه دونه اون کیمیا خاوری به اصطلاح روانشناس زندانیان سیاسی، قلمزن سایت ایران گلوبال و فرقه رجوی، مسئول اطلاعاتی، یعنی دستپخت وزارت اطلاعات رو کیانوش توکلی مسئول ایران گلوبال حلوا کرده. یه تیترم براش درست کردن، اون طرف بود اکثریتیه که مسئول فنیشون بود، اجدر بهنام. آره اومده میگه من فقط تیترشو چیز کردم، شرم هم نمی کنه. بعد در اونجا اتهامی من نمیدونم. میدید وقاحت تا چه حده، بیشرمی تا چه حده، دستپخت وزارت اطلاعات رو اومدن ارائه دادن. بعد این علیه من، بعد یکی دیگه هم نوشتن ایرج مستاقی و لاجوردی گوهر ارعاب و خشونت. بنده اینجا نشستم پشت یه تلویزیون، همه از من میترسن، ارعاب و خشونت ایجاد کردم. چه مبارزینی، به به به، خوبه شما زندان نیفتدید، خوبه شما زیر بازجویی شکنجه نرفتید، از دو کلام حرف من میترسید، ارعاب و خشونتتون میکنم، خاک بر سر این مبارز، از دو حرف من میترسید، قالب تویی میکنی، میدون خالی میکنی، خوبه با شما بریم جنگ. اینا رو
فرقه رجوی اون وقت میاره ما رو، همین کیمیا خاوری که دستپخت وزارت اطلاعاته، از توی وزارت اطلاعات تهیه شده. طرف میگه من دکتر متخصص زندانیان سیاسی هم. زندانیان سیاسی زیادی رو من مورد درمان قرار دادم. بیشتر با حیا رو میبینی؟ بعد اومده میگه جوه دیگه، بعد که اومده گیر کرده میگه من در خارج از کشورم و با زبانهای مختلف آشنایی دارم و زندانیان سیاسی کشورهای مختلف رو. دوما کنید یه جیانی وزارت اطلاعات بشسته مزخرفات رو مینویسه، بعد اینا حلوا حلواش میکنن، بعد بیشرمی بازجو و شکنجهگری مثل آرمین میاد تازه چیه میگه، اشاره میکنه به این، بعدم منت هم میذاره سر من. حتما ویدیو رو دیدین و قضاوت هایی در ذهنتون شکل گرفت، متوجه شدید که ایشون مرتبا با کلماتی مثل وقاحت، بیشرم، دستبخت وزارت اطلاعات، ترسو، اینا رو بعد با جمع بستن شما که معلوم نیست که من ترس آدم ترسویی هستم، اجدر بهنام ترسوه یا خانم کیمیا خاوری. ببینید اولا بگم ترس یک احساس بشریه، هر کی بگه من نمی ترسم دروغگوست و بزرگترین دروغگو هست، همه آدم ها می ترسن. این یک. اما در مورد زندان ایشون انگار که فقط آقای ایرج مستاقی رفتن زندان. زندان حالا جدا از این که خود زندان مستبدین میان فعالین سیاسی رو میندازن تو زندان که جلوی پراتیک سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگیشون رو بگیرن، اینها رو محصور کنن. بنابراین زندان هیچ افتخاری نداره، هیچ پراتیکی نیست. متاسفانه از همون بد و انقلاب من یادمه که هر کسی که 2 سال یا 6 ماه یا 6 هفته از اون یکی بیشتر میرفت زندان، می آوردن اون سلسله مراتب حزبی رو، اونی می داشتن که 10 سال زندانی می داشتن کمیته مرکزی، بعد اونی که مثلا 4 سال زندان می شد مثلا زیر کمیته مرکزی، و همین بدون توجه به این که به سواد سیاسی طرف، به پراتیکی طرف توجه بکنن، به سالهای زندان. بنابراین زندان هیچ افتخاری نداره و آدم میتونه برای یه زندانی سیاسی احترام قائل بشه، ولی نباید این اتیکت زندانی سیاسی باعث بشه که دهن همه رو ببندید. ضمن اینکه هم من هم اجدر بهنام زندانی سیاسی دو نظام بودیم، اصلا جدا از اون پراتیک اجتماعی سیاسی من بسیار فراتر هست و ده ها بار خطر مرگ از بغل گوشم رد شد و هنوز زندم، نمی ترسم جناب آقای مستاقی. اما در مورد این که میگید دست پخت وزارت اطلاعات، ببینید درستش این بود که اون مقاله رو می اومدی پاراگراف پاراگراف این رو تجزیه تحلیل می کردی، در پایان مقاله نتیجه می گرفتی که آقا این احتمال میدم که مال وزارت اطلاعات باشه، یا این که زنگ می زدی به من می گفتی آقا جان این داستان چیه و شاید مثلا من اطلاعاتی بهت می دادم که تو خیالت راحت می شود، یه مخالف سیاسی توه. من این برای من حتمه که مخالف، من خودم از لحاظ سیاسی حالا رو دارم میگم، نه اون وقت زمانی که مجاهد بودی، ولی حالا فکر میکنم هر دو در واقع دیدگاه سیاسی نزدیک به همی داریم، منتها صحبت از نوع اون فرهنگیه که تو در سازمان قبلی درش حضور داشتی. این طلبگار بودن، عصبانیت بودن، تهمت زدن، اینا به درد امروز نمیخوره عزیز. اگر میخوای آدم موثری باشی سعی کن گفتارت رو تغییر بدی، من به گفتارت مشکل دارم. و آقای سعید بهبهانی که من ازش خواسته بودم که به من 2 دقیقه وقت بده، فکر کرد که خب تلویزیون این دیگه خیلی مخاطب داره، بعد توی یکی از چیزی گفت آقا این ویدیوش 100 نفرم نیدن. این نکته رو برات بگم، تمام مقالات که در مورد ایرج مستاقی بود بین 20 تا 30 هزار تا کلیک خورده. اگر ویدیو کلیپ مثلا 500 تا 1000 تا 2000 تا خود، به خاطر اینکه
ویدیو کلیپ در داخل سایت ایران گلوب یه دونه کلیک میخوره، اگه میلیون تا هم به اون لینک بخوره به یوتیوب نمیخوره. بنابراین سعی نکن که فکر کنی که مثلا چون من مخاطب ندارم اونجا برای خود داستان بسازی. بنابراین هر کی مخاطبای خودش رو داره، و من اون موضوع دفعه قبلم به تمام روزنامه‌های توی خود رژیمم کشیده شد. بنابراین فکر نکن که تو میلیون ها نفر تلویزیون اینترنتی رو تماشا میکنه و کسی هم همین ویدیو کلیپ ما رو تماشا، نه، اونایی که بخوام ببینم میبینم. بنابراین انصاف رو همیشه در نظر بگیر و سعی نکن که رفتی پشت تریبون میتونی فوش بدی. این فوشا تاثیر معکوسی داره. من دیگه فعلا تمام، تا ببینیم که دوستان چه برخوردی خواهند کرد.